محصلان عزیز، السلام علیکم. به ادامه بحث شیگرا یا مفاهیم آبجکت اورینتد هستیم. در جلسات قبل بخش انهرتنس مکمل تشریح کردم، هم به شکل تیوری و همچنان به شکل عملی تکمیل شدن. دیدم که در محیط کود چگونه میتونیم انهرتنس بنویسیم و رابطه بین کلاس با کلاس دیگه با کیورد اکستنس چطور تعریف کنیم و همچنان مشخصاتی که داخل کلاس تعریف میشه اونا رو در کلاس بعدی چطور انتقال دهیم. حالا موضوع مهم دیگری در مفاهیم شیگرا به نام پلیمورفیزم یا چند شکلی هستند. حالا میخوایم که در مورد پلیمورفیزم برای شما معلومات دهم. پلیمورفیزم یکی از مفاهیم کاربردی در زبانهای برنامه نویسی شیگرا و به ویژه در زبان برنامه نویسی جاوا هستن. کار از اینا چی هست؟ کار پلیمورفیزم است که ما کود کمتر منویسیم و عملکرد بیشتر از کود خود می داشته باشیم. عملکردها یا وظایف توسط متدها انجام میشن و در پلیمورفیزم نقش برجسته در متدها هستن. یعنی ما متدهای کمتر منویسیم و عملکردهای بیشتر از متدهای خود می داشته باشیم. بحث دیگر هم باید خوب است که در اینجا مطرح کنم که هدف از زبانهای برنامه نویسی همه عملیاتی که انجام میشه بالای دیتا یا اطلاعات هستند. پس هرگاهی که ما میگیم عملیات انجام میشه، وظیفه انجام داده میشه، تسک انجام میشه، به این معنی است که همهشان بالای اطلاعات انجام میشه. و اطلاعات کجا هستن؟ اطلاعات دقیقا در داخل آبجکت ها ذخیره میشن، آبجکت نما، و یا که در داخل وریبل ها هستن یا موقعیت دیگری. این یک فضا بر اطلاعات اختصاص داده میشه و متدها قابلیت های ایرا داره که بالای از اونا عملیات انجام بده و بتانیم که عملکردهای متدها رو در صفحه اسکرین کمپیوتر ببینیم یا هر یوزری که میخواید اونا رو ببینه، همهشان توسط متد بر از اونا نمایش داده میشن. صفحه کمپیوتر شما یک فایل رو کلیک میکنین باز میشه، در حقیقت عملکرد یک ایونت و همچنان متد هستن. در گوشه از صفحه کمپیوتر صفحه باز شده کلیک میکنید، بسته میشه، مینیمایز میشه، مکزیمایز میشه، یا شما صدای آهنگ و موسیقی و همه دیگه ویدیوها را بلند میکنین، پایین میکنین. اینا بخشایی هستن که کنترل هایش بیشتر توسط ایونت ها و متد ها اجرا میشه. پس پلیمورفیزم کارش است که وظیفه‌ش است که کود کم نوشته میشه، عملکرد زیاد میسازه. پس از لحاظ است که خیلی از برنامه نویسان علاقمندی هستند که کود کمتر بنویسه، کار کرده بیشتر داشته باشه. مواردی که در جلسه درسی میخوایم برای شما بحث کنیم تحت عنوان پلیمورفیزم، تعریف پلیمورفیزم هستند و همچنان انواع پلیمورفیزم از چند نوع در زبان برنامه نویسی جاوا پلیمورفیزم تعریف شده هستند. تعدادشان هم در اینجا مشخص شده که به نام کمپایل تایم پلیمورفیزم هستن و نوع دومشان به نام رن تایم پلیمورفیزم هستن. درباره هر یک از اونا به شکل مفصل برای شما معلومات خواهیم داد. در نخست میم به تعریف پلیمورفیزم. یک چیزی که ما قبل از تعریف برای شما یادآور شدیم است که این کلمات در دیکشنری چک نکنین، یعنی ترجمه نکنین به زبان از زبان انگلیش به زبان دری یا زبان پشتو یا زبانهای دیگر. دلیلش چرا که اینا مفاهیم هستن، ما مفاهیم مستقیم به شکل معادل نمیتونیم اینا را امون معنا و مفهومش که بگیریم به شکل معادل از او مفهوم درست داشته باشه، مفهوم درست بتن، چون بخش ترانسلیشن بخش جدایی هستن و کلمات یا جملات یا همچنان عباراتی که مفهومی هستن و بحث جدایی هستن. پس ما اینا را از شکل معنای لغویش میکشیم بیرون، گرچه که معنای لغویش هم چند شکلی مفهومش هستن که چندن عمل کرده می داشته باشه، تقریبا شبیه از امو تعریف، شبیه از امو معنای دری یا فارسی خود هم می باشن.
پس این چطور تعریف میکنیم؟ هر عملی که به چندین شکل اجرا شود، یک عمل هست به اشکال مختلف اجرا میشه. در زبان برنامه نویسی جاوا اونمو شکل یک ساختاره، در ساختار پلیمورفیزم میتونیم تعریف کنیم. همچنان توسط پلیمورفیزم متدها میتونه دارای نامهای یکسان باشه، شبیه باشه، اما عملکرده های متفاوت یا وظایف متفاوت میتونن که انجام بدن. در اینجا ببینیم که یک تعداد تصاویر ما داره. معرفی چند شکلی یا پلیمورفیزم در تصویر چگونه میتونه باشه. در تصویر سمت چپ در اینجا ببینیم که تصویر یک شخص است. در اینجا ببینیم که تصویر یک مرغابی هست، البته قسمت سرش نشان داده شدن. در اینجا میتونیم تصویر یک سگ است و در اینجا تصویر یک پشک است و ده ها تا تصویر دیگر هم میتونیم داشته باشیم. اما اینجا خود عمل چی هستن؟ خود عمل صدا هستن، صدای شخص، صدای پشک، صدای مرغابی و صدای سگ و میتونه که حیوانات دیگری هم داشته باشیم. اینجا اصلا خود عمل صدا هستن ولی اینمی صدا به اشکال مختلف انجام میشه. مثلا وقت صدای انسان میشنویم یک شکل است، وقت صدای مرغابی رو میشنویم صدا هست ولی شکل دیگری هستن، مساوی یا مانند صدای انسان نیست. وقت صدای پشک میشنیم شکل دیگری هستن، وقت صدای سگ میشنیم شکل دیگری هستن. پس اینمی شکل یک ساختاره، اینمی شکل یک مفهومه. وقتی ما بخوایم که در داخل زبان برنامه نویسی جاوا معرفی کنیم، بنویسیم، این را به نام از مفهوم پلیمورفیزم استفاده میشه. ببینیم که عمل صدا هست، هدف صدا هست ولی اجرای صدا به شکلهای مختلف هستن. پس پلیمورفیزم قاعدش اینه نیست که یک عمل به اشکال مختلف بر ما اجرا کنن. و این چه خوبی داره؟ ای از نوشتن کود که به شکل زیاد بنویسیم جلوگیری میکنن. تایم سیفینگ هستن، یعنی زمان ما کمتر مصرف میشه در نوشتن کود. عمل کرده پروگرام ما بیشتر هستن، تعداد لاین های کود ما کمتر نوشته میشه. پس از این لحاظ است که برنامه نویسا خیلی علاقمند است که از پلیمورفیزم یا چند شکله استفاده کنند. در سمت راست اینجا ببینیم که تصویر دیگری معرفی شدن. اینجا ببینیم که هدف از کار هستن، که اینا چه کار میکنن. در تصویر اولی ببینیم که همیش استاد شدن، در اینجا پدر و مادر هست، اطفالشان هست و توپ فوتبال همراهشان هستن. اینا میخوای که عملی که میخوای انجام بدن فوتبال کنن. شخص دیگر در اینجا با سبد خرید میبینیم و اینا کارشان خرید کردن هستن. در اینجا میبینیم که دو شخص با هم صحبت میکنه، تبادل افکار میکنن، اینا کارشان او هستن. در اینجا میبینیم که شخص دیگری هم استاد هست، منتظر است. در اینجا میبینیم شخص دیگر در حال حرکت است و در اینجا هم میبینیم که شخص دیگری استاد هستند. ببینیم که کار کردن به اشکال مختلف هستند. احمد مطالعه میکنن، محمود نوشته میکنن، جمشید مثلا آب مینوشن و همچنان راسخ مثلا غذا میخورن. ببینیم که کار کردن برای افراد مختلف به اشکال مختلف در اینجا نشان داده میشه. پس چنین مفاهیم وقتی ما بخوایم که در داخل زبانهای برنامه نویسی بیاریم، اونا را از پلیمورفیزم استفاده میکنیم. پلیمورفیزم خیلی چیز مغلق نیست، خیلی یک مفهوم آسان هست. فقط مهم است که هدف پلیمورفیزم ما بفهمیم که در کدام مورد استفاده میشه و چگونه از او استفاده کنیم. اقسام پلیمورفیزم چند شکلی هستند؟ در اینجا دو نوع در چارت تعریف شدن. یکی کمپایل تایم پلیمورفیزم هست، یکی ران تایم پلیمورفیزم هست. اینا در حقیقت از لحاظ ساختاری با هم متفاوت هستند. کار کردش یک چیز هستند. وقتی ما منویسیم در کد خواست، ساختار از اینا را انده که وقتی خواسته باشیم تغییر بدیم، نوعیت از اینا را رعایت میکنیم. در نخست میگیم کمپایل تایم پلیمورفیزم نوعی از پلیمورفیزم است یا چند شکلی است که
وقت پروگرام کمپایل میشه در اون وقت اجرا میشه، در وقت کمپایل شدن پروگرام، یعنی پلیمورفیزم به وجود میاد. از این پلیمورفیزم به نام استاتیک پلیمورفیزم نیز مینامند، پس اینا نام دیگری هم دارن. برای علاوه کمپایل تایم پلیمورفیزم ایره به نام استاتیک پلیمورفیزم نیز مینامند، دو نام دارن. در این پلیمورفیزم از متد اوورلودینگ استفاده میشن. دو نوع متد داریم، اوورلودینگ داریم و اوورلودینگ داریم. هر کدام از اینا رو تعریف خواهیم کرد. وقتی که پلیمورفیزم ما به شکل کمپایل تایم پلیمورفیزم باشه، متدهایشان ضرورت بیست که باید اوورلودینگ باشه. باز بعضی مشخصات متدهای اوورلودینگ دارن که اونا رو هم به شکل مفصل برای شما توضیح خواهم داد. متد اوورلودینگ چگونه یک متد است؟ عبارت از متد است که نامهایشان یکسان هست، پارامترهایشان مختلف است و همچنان در داخل یک کلاس تعریف میشه. این اون متد را به نام متدهای اوورلودینگ میگیم. باز تکرار میکنیم، متدهایی که دارای نامهای یکسان باشن، داخل کلاس یکسان باشن و پارامترهایشان مختلف باشه، یعنی که کمتر باشه بیشتر باشه، چنین متدها را به نام متدهای اوورلودینگ میدونن. در اینجا یک سنتکس داریم. مثلا سنتکس پلیمورفیزم چطور می نویسیم؟ وقتی که خواسته باشیم سنتکس یا ساختار پلیمورفیزم که به شکل کمپایل تایم پلیمورفیزم تعریف میشه، چنین سنتکس داریم. کلاس تعریف میکنیم و از انهریتنس هم فهمیدیم، از کانسپت های دیگه هم فهمیدیم که اینجا بحث بیشتر سر کلاس ها هستن، چون کلاس ها بلوپرینت هست یا نقشه هست یا تمام ساختار کود در کلاس به وجود میاد. میشه که کلاس خود در اینجا به نام سمپل یا هر نام دیگری برایشان مشخص کنیم، اینا رو به شکل نامگذاری میکنیم. یک کلاس است و نام کلاس است، دقیقاً باید حرف اول هر کلاس با اپرکس نوشته شود. بعد در اینجا یک برس تعریف میکنیم و بعد یک متد. اولین باری که برای اینکه متد تعریف کنیم باید دیتا تایپش مشخص کنیم. هر دیتا تایپی میتونه که در متد تعریف شود. پریمیتیو دیتا تایپ هم میتونه تعریف شود و همچنان استرینگ هم میتونیم تعریف کنیم. در اینجا نمیشه کنیم متد نیم، هر نامی که برایشان مشخص میکنیم مشکل ندارن، نام متد به این شکل نوشته میشن. و در داخل از اونا پارامتر لیست هستن. و بعد پارامتر لسته که تکمیل میکنیم، در اینجا یک برس دیگه باز میکنیم، چون این میتود هستن دارای بلاک است و در اینجا نوشته میکنیم statement و در اینجا برس بسته میکنیم. و بعد برای که میتود اوورلودینگ شود باز میتود دیگه تعریف میکنیم. برای تعریف از اینو هم نوشته میکنیم که دیتا تایپ میتود نیم و در اینجا باز هم چون پارامتر حتمی هست باید پارامتر لیست داشته باشیم. برس بسته و بعد در اینجا برس دیگه باز و در اینجا استیتمنت و در آخرش هم برس بسته. چون یک برس در کلاس داره می برس هم جا کمتر است، در کنار زی بسته میکنیم. این سنتکس یا ساختار کمپایل تایم پلیمورفیزم هستن که متدهایی که در داخل از اینا نوشته میشه به شکل اوورلود نوشته میشه. اوورلود بازم در اینجا مشخص میکنیم یا کمی وضاحت میتیم در موردشون که نام متدهای اوورلود یکسان هستن، یعنی هر نامی که این متد داشته باشد دقیقا باید امون هم به این متد داشته باشیم، یعنی نام هر دو باید مساوی باشه. یک بحث دیگه است که متدهای اوورلودینگ خاصیتش است که هر دویشان باید در داخل کلاس یکسان تعریف شود. یعنی متد اولی ما هم داخل کلاس سمپل است و متد دومی ما هم داخل کلاس سمپل است. فرق اصلیش است که بین پارامترهای از اونها باید تفاوت وجود داشته باشه. و پارامترهای عبارت از وریبل ها هستند. اینجا برای شما مشخص کنیم که پارامتر عبارت از شکل دیگر وریبل هستند که دیتا تایپ داره و در کنار دیتا تایپ
نام وریبل مشخص میکنیم. و در اینجا هم پارامترهای عبارت از وریبل ها هستند. در اینجا هم وریبلز و در اینجا هم میتونیم که وریبلز بنویسیم. اما این دو تا با هم باید مساوی نباشه، از ساختار هم به این شکل اینا نات مساوی هستن. ببینیم که این دو تا با هم باید مساوی باشه، یعنی نام هایشان یکسان باشه، اما پارامتر لستشان یا پارامتر هایشان باید نات مساوی باشه. پس بحث ما در اینجا تکمیل میشه. در مورد کمپایل تایم پالامرفز میتونیم که از ساختارش هم تعریف کنیم که اینا عبارت از نوی پالامرفزم هستن که متدهایشان اوورلود هست و متدهای اوورلود متدهایی هستن که نامهایشان یکسان یا مساوی، کلاسشان یکسان یعنی در داخل کلاس متفاوت باید نباشه و پارامترهایشان باید متفاوت باشه. پس این گونه متدها را به نام متدهای اوورلودینگ می نامند و متدهای اوورلودینگ مشخص برای کمپایل تایم پلیمورفیزم استفاده می شه. و نام دیگری پلیمورفیزم به نام استاتیک پلیمورفیزم نیست می باشند. خب این بحث تیوری هستن که برای شما توضیح داده شد و مهمترین درسی که شما بخواین در مورد کانسپت ها یا در مورد کودینگ هم بفهمن هستن که بخش تیوریش را به شکل درستش باید بفهمن، چون ما در اینجا به شکل با مفصل نوشته میکنیم با تفصیل. دلیلش است که ساختار کود ما هم از همین قسمت گرفته میشن. پس سنتکس یکی از بحث‌های مهم در نوشتن کود هستن. قبل از اینکه کود به شکل درستش بنویسیم باید سنتکس از اونها رو به شکل درست بفهمیم و بعد بتونیم با آسانی کودها رو بنویسیم. از توجهتان تشکر.